از تولید رشته آش و برنج گرفته تا لباس های گانه گان بیمارستانی کادر درمان اینجا تقریبا یک سالی که مشغولیم و لباس های بیمارستان و لباس های همراه بیمار رو می دوزیم. امروز با بانوان صندوق گرزالحسنه روستاهای توابه بناب همراه شدم هدف ما ایجاد اشتغال برای خانم های بد سفرس یا بی به اشتغال زایی برای آنهاست ما حدود ده سال خودمون می کنیم برای پنجاه نفرم اشتغال زایی کردیم نزدیک به صد نفر هنر آموز دارم برای آموزش به اطراف روستاهای شهرستان بلاک میرم بسیج سازندگی سپاه ناحیه بناب با ایجاد و راهندازی 48 صندوق از مردم توانسته است که به 1400 نفر وام اشتغال بدهد که از این وام ها در حدود 450 نفر اشتغال ایجاد شده است این بانوان از ظرفیت منزل خود برای ایجاد شغل کار و تلاش استفاده کردند اول یک گونی خریدیم اونو درست کردیم پختیم وقتی دیدیم مردم راضی هستن کارمون رو دادیم الان مشکل مالیمونم. هم حل شده به خواست خدا الان هفته ای هفتش تا گونی ما آرد میخریم. خریم درست میکنیم، میفروشیم. می هم راضی هستن سبه هم تاوانی سندگیم 3 ملیون ما مانمشم بیشی شیمنن در ازم تو یکی از ویژگی های این صندوق اینه نیاز به زامن بانکی ندارن و اعضای صندوق زامن همدیگر هم هستند تونستیم وام های مختلفی در ارسه از جمله بابانی، دامداری، گلدوزی، خیاتی، پخت نان نان روغنی و رشته آش و برنج بدون زامن و بدون مشکلات اداری در اختیارشون قرار داده شده و مبلغ 3 میلیارد و 400 میلیون تومان هم در اختیار مردم قرار دادین صندوق های گزول حسنه روستایی از سال 94 در شهرستان بناب فعالیت خود را آغاز کردند. در شهرستان بناب بیش از 3600 بانوی بنابی در صندوق های تعاونی روستایی پایگاه ها مشغول به کار هستند. ناصر گدسیزاده خبرگزاری صدا و سیما بناب.